پس ایمان از شنیدن پیام پدید می آید و پیام ما کلام مسیح است. رومیان 10:17. با مجموع برنامه های رشدینو همراه ما باشید. کتاب حزقیال باب 3 آیه 18. اگر اعلام کنم که شخص شریری خواهد مرد و تو هشدار مرا به او نرسانی و نگویی که از کارهای بد خود توبه کند، در آن صورت به خاطر گناه خود میمیرد، ولی من تو را مسئول مرگ او خواهم دانست. انجیل متی باب 28 آیه 19 میگوید: پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. و باز در کتاب حزقیال باب 3 آیه 19 می‌خوانیم: هرگاه به شخص بدکاری هشدار بدهی و او باز هم توبه نکند و از گناه کردن دست نکشد، آنگاه او غرق در گناه می‌میرد، ولی تو از مرگ نجات می‌یابی. و باز در انجیل متی باب 10 آیه 14 خداوند میگوید: اگر کسی شما را نپذیرد و یا به آنچه میگویید گوش ندهد، وقتی که آن خانه یا آن شهر را ترک میکنید، گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید. با توجه به آیات خوانده شده به طور کامل خواهیم فهمید که بشارت دادن و رسانیدن خبر خوش چیست و چگونه بایستی بشارت داد و چرا باید بشارت داد. نکته بسیار مهم و اولیه مسئولیتی است که خداوند برای ما تعیین کرده است. در اولین آیه بالا مستقیما می‌بینیم که خداوند ما را مسئول مرگ کسانی می‌داند که ما به ایشان خبر خوش و نجات را نداده‌ایم و آنها به خاطر گناه خود می‌میرند. پس ما موظفیم و مسئول که خبر خوش را به همگان برسانیم، چنان که عیسی مسیح می فرماید: بروید و ملت‌ها را شاگرد من سازید. و یا در دوم قرنتیان باب 5 آیات 17 و 18 می گوید: کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. اینها همه از طرف خدایی است که به وسیله مسیح ما را که قبلا دشمنان او بودیم به دوستان خود تبدیل کرده است و ما را موظف ساخت که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که آنها نیز می توانند دوستان او بشوند. ولی در این حال بایستی بدانیم که اولا بشارت دادن فیضی است که خداوند به انسانها عطا می کند، چنان که در افسوسیان باب 3 آیه 8 پولس رسول میگوید: آری، من اگرچه در بین مقدسین از همه کمترم، اما این فیض به من عطا شد تا بتوانم بشارت ثروت بیقیاس مسیح را به ملل غیر یهود برسانم. و دوما بشارت دادن ما باید بر اساس حکمت باشد، بدین معنا که 1. با مهر و محبت و کلمات مثبت بشارت را شروع کرده و با تعصب و خشم صحبت نکنیم، زیرا این بشارت نیست بلکه تحمیل عقیده است. 2. فقط آنچه را که در زندگی ما اتفاق افتاده و ما را متحول کرده است به زبان ساده تعریف کنیم و بدانیم که بشارت دادن گزارش یک اتفاق مهم در زندگی ماست، نه تبلیغ یک مسئله. زیرا در تبلیغات بایستی چیزی را کوچک و یا بزرگ نمایش داد، در حالی که مسیحی شدن ما یک تولد دوباره و اتفاق مهمی است که در زندگی ما رخ داده و بیان ساده و صادقانه آن جهت بشارت کافی است. 3. بشارت دادن نیاز به اطلاعات خاص
و حفظ بودن تمام کتاب مقدس و آیات آن نیست، فقط بیان ساده آنچه که رخ داده و می دانیم، چنان که در انجیل یوحنا باب 9 آیه 25 می بینیم کور شفا یافته در پاسخ به پرسش های متعدد فریسیان فقط می گوید کور بودم بینا شدم. در سومین آیه بالا می بینیم که خداوند تأکید می کند ما فقط خبر نجات را بدهیم، دیگر مسئولیت پذیرش آن و ایمان آوردن شخص با ما نخواهد بود و مرگ آن فرد در گناهانش بر عهده ما نیست و ما در نجات و دریافت حیات ابدی او مسئول نیستیم. چه او بپذیرد چه نپذیرد، وظیفه و مسئولیت ما تنها رسانیدن خبر خوش است و فیض ایمان را خداوند عطا خواهد کرد. و در آخرین آیه صراحتاً و آشکارا خداوند می‌فرماید تو مسئول خبر رسانی هستی، ولی اگر نپذیرفتند تو نه خشمگین شو و نه اصرار ببرز و نه خبر را تحمیل کن، فقط خبر را برسان و در صورت عدم پذیرش حتی خاک پایت را هم بتکن و از آن مکان دور شو. پذیرش آن و نتیجه رساندن خبر را خدا می داند و بس. رشدی نو، برنامه‌ای برای تولدی نو. خدا رو شکر برای کلام خداوند که اینقدر کامل با ما صحبت میکنه و نه تنها در عهد جدید بلکه در عهد عتیق در از طریق زبان نبی ما حزقیال که این نبوت رو انجام داد. و در اینجا خیلی جالب هست که میگه در پایان روز هفتم خداوند به من فرمود، و این من رو یاد آفرینش خداوند میندازه که در شش روز خداوند آفرینش خودش رو انجام داد و در روز هفتم استراحت کرد، و در پایان این روز که کاملا یعنی کامل شد این پیام، و این رو خداوند به این نبی میگه و میگه انسان فانی، من تو را به دیدبانی قوم اسرائیل گماشتم، هرگاه کلمه ای از دهان من شنیدی باید از طرف من به ایشان هشدار دهی. و امروز ما اون دیدبان قوم خداوند هستیم، تک تک ایمانداران دیدبان های قوم خداوند هستیم، و بایستی به همه عالم همجور که در انجیل متا باب 28 آیه 19 میخونیم که میگه بروید و همه امتها را شاگردان من سازید و اونها را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. و این کلامی هست که خداوند به ما میگه و وظیفه تک تک ما هست که این کار رو انجام بدیم. ولی همجور که شما گفتین انجام دادن این کار دارای مراحلی هست. اینجوری نیست که ما همجوری بایستی به هر کسی کتاب مقدس بدیم، یا اینکه به هر کسی تا رسیدیم اونجوری که فکر میکنیم بایستی بشارت بدیم. ولی خیلی خوبه که برای بشارت دادن به دیگران با اون شخص اول رابطه باید برقرار کنیم. با هر کسی رابطه‌ای که میشه برقرار کرد متفاوت هست. با بعضیا واقعا باید هوشیار باشیم که آیا ببینیم آیا ما میتونیم با این شخص رابطه برقرار کنیم و دعا کنیم برای رابطه برقرار کردن، رابطه‌ای که خداوند میخواد ما برقرار کنیم، نه هر رابطه نادرستی، بلکه بایستی در نور خداوند حرکت کنیم و با اون شخص با دعا و هدایت روح القدس ارتباط برقرار کنیم و اجازه بدیم که خداوند هست که این کار رو از طریق ما انجام میده. و با بعضی از افراد فقط کافیه که رابطه برقرار کنیم و زندگی خود رو برای اونها شهادت بدیم، زندگی رو که خداوند در ما عوض کرده به اونها شهادت بدیم. خیلی وقتا نیازی نیست حتی با کلمات، بلکه با رفتار خودمون، با صحبت کردن خودمون که چگونه داریم رابطه برقرار میکنیم، صحبت میکنیم، و این باعث میشه که اون شخص جذب بشه، جذب کار روح القدس بشه. و این خیلی خوبه که همیشه در رابطه خود با دیگران برای کار بشارت
نباید مثل فقط ربات عمل بکنیم. با همه نمیشه یک جور کار بشارت رو انجام داد. بس برای بشارت دادن با هر شخصی، به هر شخصی بایستی تأمل کرد، بایستی فکر کرد و دعا کرد و خداوند هدایت روح رو به ما میده که ما چگونه با این شخص رابطه برقرار کنیم و بهش بشارت بدیم. و این خیلی مهم هست که در این بشارتی که میدیم به شخص، اولین چیزی رو که شخص میبینه تغییر ماست، که آیا ما چقدر تغییر کردیم، چقدر عوض شدیم، چه چیزهایی در ما تبدیل شده که قبلا نبود. اون شخص اگر ما رو از قبل میشناخته احتمالا میتونه ببینه اون تغییرات رو، ولی بعضی وقتا هستن کسانی که واقعا نمیتونن. من چندین سال هست که میخوام به خانواده خودم بشارت بدم، ولی هنوز نتونستم باعث تغییر اونها بشم. ولی همیشه سعی کردم بهشون بشارت بدم، ولی نه اینکه باعث بشم که بهشون تحمیل کنم، یا اینکه به اونها بگم که شما اشتباه میکنید، یا اونها رو توبیخ بکنم، یا اینکه در واقع اونها رو زیر سوال ببرم. بلکه همیشه سعی کردم و دعا کردم که خداوند به من نشون بده، و میدونم که خداوند روزی این کار رو میکنه، اگر که اونها انتخاب شده باشن، اگر اونها انتخاب شده باشن و مورد رحمت خداوند قرار گرفته باشن، حتما اونها تغییر میکنن و پاسخ مثبت میدن. ولی اگر که نه، حتی خداوند میگه خاک پای خود رو هم بتکنید. بعضی وقتا من یادم یکی از عزیزان به من میگفتش که من 30 سال دعا کردم برای دوستم و بعد از 30 سال او نجات پیدا کرد. و این خیلی مهم هست که ما مدام در دعا باشیم برای کسانی که بهشون بشارت میدیم، ولی نه اینکه مزاحم اونا بشیم و اونها رو تحقیر بکنیم یا رابطه‌ای دور از نور و ایمان باشون رابطه برقرار کنیم. ولی میتونیم دعای خود رو مستمر براشون انجام بدیم. همیشه هر موقع بیادشون میفتیم از خداوند بخوایم که خدایا تو اونها رو تغییر بده، تو قلبهای اونها رو باز کن و اونها رو کمک کن که عیسی مسیح رو به عنوان تنها نجات دهنده خودشون بپذیرن در قلبهاشون. و خداوند این کار رو میکنه چون او خدای تبدیل هست. پس در اینجا بیایید با هم دعا بکنیم برای تمام کسانی که تا امروز ما بهشون بشارت دادیم، تمام کسانی که شما بهشون بشارت دادید، و از خداوند بخوایم که قلبهای اونها رو نرم بکنه و باز بکنه و بهشون قلبی گوشتی بده، بهشون ذهن و فکری باز بده که ببینن و کلام نجات بخش انجیل رو بتونن بفهمن و درک بکنن. و از خداوند بخوایم که روح مقدس خود رو بر اونها بریزه که اونها زنده بشن، حیات دوباره‌ای بگیرن و بتونن معنای نجات و معنای عیسی مسیح که نجات دهنده و تنها نجات دهنده هست رو بفهمن. و دعا میکنیم برای همه کسانی که تا امروز هنوز ایمان نیاوردن. دعا میکنیم برای کسانی که هنوز خبر نجات رو نشنیدن، که اونها این خبر نجات رو هرچه زودتر از طریق هر یک از ماها بشنون. و دعا میکنیم که به بهترین نحوی که خداوند هدایت میکنه این خبر رو بهشون برسونیم. آمین. و آرزو میکنیم که خداوند قلبهای اونها رو باز بکنه که بتونن تبدیل بشن و بتونن وارد ملکوت خداوند بشن. آمین. و بتونیم هر روز بیشتر در این مشارکت رشد بکنیم و بتونیم خبر خوش خداوند رو به گوشهای بسیاری برسونیم، شاید که بسیاری نجات پیدا کنن. و شکر میکنیم برای همه کارهایی که تا امروز خداوند از طریق ما و تک تک شما عزیزان انجام داده. پس همه شما عزیزان رو به خداوند میسپاریم و آرزو میکنیم که هر کدوم از شما عزیزان یکی از مبشرین خداوند عیسی مسیح باشید و خبر خوش او را به هزاران هزار نفر برسونید. همه شما عزیزان رو به خداوند میسپارم و خدا نگهدار. خدا نگهدار. با ما
از طریق وبسایت برنامه rushdino.org و همچنین ایمیل برنامه rushdino@ymail.com در تماس باشید و در صفحه فیسبوک رشدینو ما را دنبال کنید و نیز می توانید از طریق یوتیوب برنامه های ما را ببینید و نظرات و پیشنهادات خود را برای ما بگذارید. و بدانید که من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم. متی 28:20. سخن بگو از عمق‌های وجود خود تو با ما، سخن بگو از عمق‌های وجود خود تو با ما، پدر بریز آتش آسمانی را تو بر ما، آتش آسمانی را تو بر ما بنا نما، نمونه آسمان را بر زمین بنا نما، نمونه آسمان را بر زمین، بدر بریز آتش سمانی را تو بر ما، بریز بریز آتش سمانی را تو بر ما، آتش آسمانی بر مذبحای ما بریز، آتش آسمانی بدار بریز، آتش آسمانی را تو بر ما بریز، بریز آتش آسمانی سمانی رو تو بر ما بریز آتش آسمانی.